زود تند سریع بریم سراغ 8 تا فکت جذاب از مکزیک. مکزیک یک کشور عجیب و غریب و کاملا متفاوت تو قاره آمریکاست. کشور 130 میلیون نفر جمعیت داره. قدمتش با ساختار فعلیش از آمریکا بیشتره. جالبتر اینکه از مصر بیشتر هرم داره و ریشه تمدنش به 10000 سال قبل برمیگرده. تو این ویدیو همراه من باشین تا 8 فکت از مکزیک رو با هم مرور کنیم. فکتایی که تا الان قطعاً چیزی در موردشون نشنیدین. سرانه مصرف کوکاکولا تو مکزیک 163 لیتر در ساله، یعنی هر مکزیکی روزی تقریبا نیم لیتر کوکاکولا میخوره و مکزیکی ها از این نظر تو دنیا رکورد دارن. مکزیکی ها رکورد مصرف شکلات رو هم دارن. مصرف زیاد مواد قندی و مواد غذایی ناسالم باعث شده تا مشکلات سلامتی زیادی تو جامعه مکزیک به وجود بیاد که بخشی از اونا هم به عدم علاقه مردمشون به تحرک برمیگرده. جالبه بدونی که مکزیکیا بزرگترین صادرکننده آبجو تو جهان هم هستن. مکزیک بیشترین جمعیت اسپانیایی زبان رو داره، حتی بیشتر از خود اسپانیا. البته اسپانیایی مکزیکیا تا حدودی با اسپانیایی متعارف فرق داره و بهش اسپانیایی مکزیکی میگن. تو این کشور به جز این زبان 68 تا زبان دیگه وجود داره که یه رکورده و محبوب ترین این زبان ها ناهواتی و چند زبان دیگه با ریشه مایاییه. بر اساس قانون فدرال مکزیک کارگری جنسی تو این کشور قانونیه و حتی تو یه سری از مناطق این کشور مکانهایی واسه فعالیت این افراد در نظر گرفتن. این کشور حدود 250 هزار فاحشه داره و به عبارتی از هر 500 نفر یه نفرشون تو مکزیک به این کار مشغولن. تعداد بالای این افراد باعث شده تا مکزیک واسه قاچاقچیای انسان یه محل جذاب باشه و طبیعتاً مقصد نهایی هم آمریکاست. به جز خود مکزیکیا، قاچاق جنسی قربانیان اهل آمریکای مرکزی و جنوبی و حتی یه سری از کشورهای آسیایی و اروپای شرقی هم داشته. اگه به این سبک از محتواها علاقه‌مند هستین، ویدیو رو لایک کنین تا بریم واسه ادامه این فکت‌های جالب. مکزیکو سیتی پایتخت مکزیکه و یه شهر با تاریخ خیلی طولانیه. زمانی که اسپانیایی‌ها مکزیک رو اشغال کردن، مکزیکو سیتی یه شهر عجیب و غریب تو تمدن مایا بود که رو دریاچه ساخته بودنش. اسپانیایی‌ها دریاچه رو خشک کردن و این شهر سال به سال بزرگتر شد. حالا مکزیکو سیتی یه شهر 22 میلیون نفریه که به خاطر همون دریاچه‌ای که روش ساخته شده، هر سال حدود 15 سانتی متر زیر آب میره و خالی کردن این آب دردسرای زیادی واسه مکزیکو سیتی داشته و البته خشک کردن آب دریاچه هم باعث شده گاه و بیگاه فروچاله های زیادی تو این شهر به وجود بیاد. تو دنیا وقتی اسم هرم و اهرام بیاد همه یاد مصر میافتن، ولی خب واقعیت اینه که مکزیک هم بیشترین تعداد اهرام رو تو دنیا داره و هم بزرگترینشونو. مکزیک بیش از 60 تا هرم داره که دو برابر تمام اهرامیه که تو مصر هستن و چولولا بزرگترین هرم دنیاست که چون بخش بزرگی از این هرم زیر یه تپه مدفون شده به چشم نمیاد. حجم این سازه 2000 ساله حدود 4.5 میلیون متر مکعبه و از این نظر بزرگترین هرم تاریخی جهانه. اسپانیایی ها هم لطف کردن بالای این هرم یک کلیسا ساختن. مکزیک هم مثل آمریکا ایالات متحده هست و هر ایالت قوانین خودشو داره. توی یه سری از ایالت‌های مکزیک مردا حق ندارن با شلوارک تو خیابون برن و بر اساس یه سری باورهای سنتی مردا باید تو جامعه پوشش رسمی داشته باشن. البته این ممنوعیت تو سالهای اخیر خیلی جدی گرفته نشده، ولی خب پوشیدن شلوارک تو یه سری از شهرهای مکزیک یه جرم بالقوه است. مکزیک شاهراه قاچاق کوکائین از کولومبیا به آمریکاست. از بزرگترین تولید کننده به بزرگترین مصرف کننده. کوکائین یکی از محبوب ترین انواع مواد مخدر و البته یکی از گرون تریناش و کارتلای مواد مخدر تو مکزیک قدرت و ثروت خیلی زیادی دارن. فقط تو سال 2016 حدود 23 هزار نفر تو جنگ بین کارتل های مواد مخدر و پلیس مکزیک کشته شدن و
این عدد تو سالهای اخیر به 40,000 نفر رسیده. 7 کارتل معروف مواد مخدر تو مکزیک فعالیت دارن و این کشور رو به سبک خودشون به مناطق مختلف تقسیم کردن. قوانین ایالتی همین طوریه دیگه، یه جا شلوارک نمیشه پوشید و یه جا میشه حتی تو خیابون بدون اینکه مشکلی پیش بیاد مشغول یه سری کارهای خیلی خیلی شخصی شد. گوادالاخارا یه شهر با جمعیت 1.5 میلیون نفریه که چند سال پیش پابلیک سکس رو آزاد اعلام کرده و مسئولینش گفتن با مشکلات بزرگتری مواجهیم و جرم و جنایت‌های بزرگی هست که وقت نمیشه به مسائلی مثل پابلیک سکس برسیم. نظر شما در مورد مکزیک چیه؟ اگه شرایطش رو داشتین، دوست داشتین تو مکزیک زندگی کنین، حتما نظر خودتون رو برام این پایین کامنت کنین و منتظر ویدیوی جذاب بعدی دانستن یونیک باشین.